خانم ما مصرف کرده، ولی که این آپشن رو من بهش دادم، چون obviously اگر تست بگیرم مثبت در میاد. بعضی وقتا هستش که تو خانواده ایرانی اینطوری هستش که مثلا میگه که نه تست نمیدم چون علف کشیدم. شما تست رو بگیرید، اون قراردادتون هر چی که تست بگیرید، برای اینکه احتمال زیاد داره که علاوه بر علف این دوستمون کوک هم مصرف کرده باشه و اونجا داره سر شما رو کلا میذاره. اینا مواردیه که شما باید نگاه کنید، مذاکره بکنید. تقریبا من و خانم فوجان مذاکره کردیم در هر دو مورد. یه مقدار اول مذاکره ایشون چون مصرف کرده بود و ازش خراب بود، داشت لجبازی میکرد و در میرفت، ولی آروم بودن و نمیدونم اون منافعی که داریم میدیم و میگیریم، اون بالاخره ایشون رو برد توی اون فکری که حالا یه وقتی فعلا به ما بدین، من خودم رو تمیز بکنم، بعد شروع بکنم تست کردن. و این ورک کرده، این ورک کرده. ما نمیخوایم مچ ایشون رو بگیریم که ثابت بکنیم تو مصرف کردی. ما فقط میخوایم که فرزندمون طرف جایی بشه که الکل دراگ فری باشه. و اینکه این تست ها رو گرفتن الزاماً به خاطر تنبیه نیست، یعنی خود تست گرفتن تنبیه نیست. تست گرفتن فقط مثل هر تست دیگه ای یک نوع راهیه که ما بر واقعیت مسئله مشخص میشیم. یعنی شما وقتی میرین مدرسه تست میگیرین، کسی تنبیهتون نمیکنه برای تست گرفتن، دارن تستتون میکنن که ببینن دانشتون تا چه حد هست. تستی هم که برای دراگ میگیرن همونقدر هست، فقط ما میخوایم ببینیم که تا چه حدی استفاده شده، آیا استفاده شده. و گرفتن مکرر تست نشون میده که آیا این شخص واقعا مشکل داره یا نه. یعنی اینی که اگه یک بار استفاده کرده باشه و شما تست رو کرده باشین و بعد 30 روز بعد، یا اگه کوکائین یا چیزای دیگه باشه، 3 روز به 3 روز، یه هفته به یه هفته این کار رو انجام بدین، مشخص میشه که اگر با اینی که داره پیامد میبینه و یه سری چیزاش گرفته داره میشه و داره زجر میکشه، هنوز هم داره استفاده میکنه، مشکل فرزند شما یواش یواش داره به اعتیاد میرسه. این نیستش که فقط دلش خواسته که ترای بکنه و رها بکنه. به خاطر همین مهمه که شما تست رو حتما بگیرید. البته یه چیزی که شما گفتید توی این مواد مخدر ماریجوانا بیشترین مدت رو میمونه، منتها تینیجرا کمتر دسترسی دارن که هر روز مصرف بکنن. چون وانس وایل مصرف میکنن، این مدت 30 روز کم میشه. یعنی من تینیجری دارم که وقتی که مصرف میکنه ظرف یک هفته تا 9 روز یواش یواش خط میفته که سیستم تمیز شده. اینه که این خبر 30 روز که میشنون برای خودشون تایم میخرن که حالا من 30 روز وقت دارم، بعد میگم این جزء اون 30 روزه بوده. 30 روز مال کسیه که تقریبا توی 5 ماه گذشته هر روز به مقدار زیاد مصرف کرده باشه. الان اومده درجه ماریجوانایی که حتی الان هم میدن در اون قوی نیست که اینقدر تو فد بمونه که 30 روز بمونه، مگر اینکه مدت ها مصرف کرده باشه. خیلی از تینیجرهای زیادی رو میبینم، نه تنها پدر و مادرهاشون رو، بلکه خود نوجوان ها رو من میبینم. و وقتی که با هم قرار میذاریم و میدونن که من به پدر و مادرشون رو گفتم، خود نوجوان ها خیالشون یه مقدار راحت میشه، برای اینکه میدونن که اگر برن مهمونی و این کار انجام بدن. برمیگرده تینیجری داشتم خیلی بانمک بود، اومده بود، من مادرش رو دیدم، بعدم فرداش خودش رو دیدم، برگشت به من گفتش که من میدونم تو اینا رو، این مسائلی که باب کردی واسه مادرم و تو گذاشتی تو دهنش. منم خندیدم، گفتم که آره. گفت خب واسه چی گذاشتی؟ گفتم برای اینکه به نفع توه. هم مادر دستبانی بود، هم دعواتون میشد، هم اینی که واقعا زمانایی که تو استفاده نکرده بودی هم برای تو فیر نبود، به خاطر اینکه اون مکررن داشت با تو رو آزار میداد. گفت از یه لحاظی هم کار کرد. گفتم چطور کار کرد؟ گفت برای اینکه من اونجا داشتن دوستان میکشیدن و خیلی دفعه دلم میخواست بکشم، ولی از اونجایی که میدونستم بیام خونه و انجام میدن نکشیدم، در نتیجه تا یه حدی کار کرد. و جالبش اینجا بودش که مثلا 6 ماه بعدش تولدش بود. بعدش اینجوری کرد، حق نداری به مادر من به حرفی بزنی و امروز تولدم، بالا بری پایین بیاری، من میخوام اینو ترای بکنم. و که گفتم به حشرات هر کاری که میکنی مواظب خودت باش و بدون که مادر تو هم همون از همون دفعه قبل بالاخره اونم
حواسش هست، تالو نیست، میدونه که به هر صورت جریان چی هست و دنبال تو خواهد بود. ولی به کرات من دیدم این رو که چقدر این سیستم کار کرده برای نوجوانانی که میدونن مادر پدرشون مواظبشون هستن، با اینی که نه قیافشون نه مدلی که به شما میگن تشکر میکنن برای این مسئله، خیالتون راحت باشه که یک جایی قلب اونها خیلی خیالش راحته که پدر و مادرهایی دارن که مواظبشونه. حتی اگر الان عصبانی هستن از پدر و مادر که فکر میکنن که اینا نمیذارن اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم. بله. خب حرفای آخر رو هم بزنین به دوستان که دیگه وقت برنامه ما داره به اتمام میرسه. حرفای آخر که عرض کردیم آفیسامون رو گفتیم که کجا هست کجا نیست. بله، توی تارزانا، وست لس آنجلس و گلندل. برای تمام دوستان ارامنه و ارمنی زبانمون هم که در گلندل هستیم، شما هم اونجا تشریف میبرید. بله بله دقیقاً. و میخواستم دوباره یادآوری بهتون بکنم که در تقویماتون بنویسین یک شنبه 25 ژانویه ساعت 1 تا 5 در UCLA. حالا آدرس رو دفعه دیگه خدمتون میگم و در وبسایتمون خواهیم گذاشت آدرس اونجا رو که تشریف ببرید و بر راجب سخنرانی رایگان برای شما خواهیم داشت راجب التخاب و تشویش که ساعت 1 تا 5 اونجا خواهیم دید. گفتگوی دیگری دارید؟ نه، فقط خواستم بگم که فعلا ما دوشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر روی تلویزیون پن تا اسکجلمون عوض نکردن برنامه داریم دیگه. میخواد اسکجلمون عوض کنه؟ نمیدونم، ولی خیلی از من میپرسن که کی برنامه داریم، میگم که ساعت 6:30 بعد از ظهر. در ضمن خیلی از پروگرام های قبلی رو، مخصوصا پارسال رو که ما داشتیم، همه این پروگرام ها در google.com گوگل ویدیو وجود داره. فقط اسم من فوجان زینی و یا ندای در اون رو که بذارید، همه اونها از فضای خود شبکه پن برای شما اونجا نشون داده میشه. یعنی همین ویدیو رو اونجا گذاشتن و میتونید که صحبت های قبلی ما رو هم و یا بعدی ها رو هم در کنار ما باشید. ممنونم از اینکه با ما بودید، امیدوارم که کمکتون کرده باشیم با یک دانش کوچکی از اینی که چیکار میشه کرد که روابط بهتری رو و سالمتری رو با نوجوانتون مخصوصا راجع به دراگ به وجود بیارید. موفق و پیروز باشید در سال امسال 2009. روز شبتون خوش.